فردا یک شنبه 24 آوریل 2022 دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. دور اول این انتخابات 10 آوریل 2022 برگزار شد و هیچ یک از نامزدها نتوانستند حد نصاب آرا را به خود اختصاص دهند و پیروز انتخابات شوند. در این دوره از انتخابات فرانسه در مقایسه با انتخابات‌های قبلی نامزدهای احزاب مختلف در بین شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود موضع‌گیری و اظهار نظر بیشتری درباره اسلام، مسلمانان و نمادهای اسلامی داشتند و این موضوع پررنگ‌تر از گذشته بود. شاید بتوان گفت یکی از علل این موضوع رشد روزافزون جمعیت مسلمانان فرانسه است. آمار دقیقی از تعداد مسلمانان در فرانسه در دست نیست، اما آمار احتمالی حکایت از آن دارد که بین 10 تا 15% جمعیت 60 میلیونی کشور فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند و این به عبارتی می‌شود 6 تا 9 میلیون نفر. برخی حدس و گمان‌ها وجود دارد که عدم رغبت مردم فرانسه برای شرکت در این انتخابات نامزدها را بران داشت تا با مطرح کردن و موضع‌گیری علیه اسلام احساسات عمومی را برانگیخته و مردم را به حضور در انتخابات وادارند. در این موضوع گفتگویی دارم با سید سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه. آقای میردامادی سلام، وقتتون بخیر. این حجم از شعار انتخاباتی با موضوع اسلام واقعا با چه هدفی انجام شده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه امام حسین علیه السلام. خب در هر انتخاباتی کاندیداها تلاش میکنند که با طرح شعارهایی و مسائلی آرای خودشون رو بالا ببرند و آرای رقبای خودشون رو در واقع کاهش بدن. در مرحله اول انتخابات که 2 هفته پیش اتفاق افتاد، 12 کاندیدا حضور داشتند در این کورس انتخاباتی که کاندیدای راست افراطی 2 تا بود، آقای اریک زمور و خانم مارین لوپن، که آقای اریک زمور که تندتر برخورد میکرد نسبت به مسلمانان 7% بیشتر نتونست رأی بیاره و خانم لوپن با 23% به مرحله دوم راه یافت. آقای مکرون هم که رئیس جمهور فعلی هستن برای دور دوم 27 نزدیک 28% آرا رو کسب کردن و به هر حال در مرحله دوم که فردا برپا میشه تلاش میشه که با مسئله مسلمانان و طرح مسئله مسلمانان آرایی رو خانم لوپن تلاش بکنه که متوجه خودش کنه و ایجاد نگرانی کنه و این اسلام حراسی و حمله به مسلمان ها رو و جدا کردن دو مسئله اسلام و اسلامگرایی در دیسکور قالب فرانسه و حاکمیت فرانسه تلاش میشه که این دوتا رو از هم جدا کنند، بگن مسلمانان از اسلامگرایان جدا هستند و حجاب رو و سایر نمودهای مسلمانی رو تلاش میکنن بگن که اینا جزء اسلام نیست و جزء اسلامگرایی است و ایجاد حساسیت بکنن و مردم رو تلاش کنن که متوجه خودشون بکنن، در حالی که خانم لوپن اعلام کرد در مناظره چهارشنبه شب که اگر رأی بیاره حجاب رو در مناظر و اماکن عمومی ممنوع خواهد کرد، که آقای مکرون بهش جواب داده که چنین کاری بکنی جنگ داخلی در فرانسه اتفاق میفته. بله آقای میردامادی، شعارهای انتخاباتی نامزدها آیا میتواند تأثیری بر افراط‌گرایان نژادپرستان فرانسوی ضد اسلام یا مسلمان داشته باشد؟ به نظر میرسه نه، اینطور نیست. آرایی که فرانسوی ها هم دادن به این جریانات راست افراطی که اصطلاحاً بهشون میگن که علم اسلام ستیزی و اسلام حراسی رو به دست دارن، جامعه فرانسه اقبال عمومی نکرده و نخواهد کرد. در مرحله اول انتخابات مسلمان ها بیشتر، مسلمانان فرانسوی متوجه بودن آرایشون به سمت آقای ملانشون که نزدیک 22% آرا رو کسب کرد که از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر بود و به نظر میرسه در مرحله دوم هم به آقای مکرون رأی خواهند داد و مجموعاً اگر دو کاندیدای راست افراطی در مرحله اول رو هم تجمیع بکنیم و سایر کاندیداهایی که آرایشون رو در واقع متوجه آقای مکرون کردن در مرحله دوم، به نظر میرسه که راست افراطی اسلام هراست شانس کمی در مرحله دوم داره و آقای مکرون به نظر میرسه که با فاصله نسبتاً زیادی در مرحله دوم احتمالاً پیروز خواهد شد و
مسلمان ها و کل جامعه فرانسه قرائتی رو از لایسیته دارن که ادیان آزاد باشند و بتونن که عبادات خودشون داشته باشن و در جامعه هر کس در حوزه دینی و شخصی و اعتقادی خودش بتونه آزاد باشه و تعرض و محدودیت و تضییقی برای ادیان ایجاد نشه که چنین تضییقاتی جامعه فرانسه رو با بحران‌های زیادی روبرو خواهد کرد. ممنونم. سراج دین امیر دامادی روزنامه‌نگار ساکن فرانسه با ما بودند.